درود به همهتان، پگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. برنامه ما ساعت 9 آغاز شد و تا ساعت 10 ادامه داره که در آغاز برنامه هم بسته خبری نشر شد. امیدوار هستم از آغاز برنامه با ما بوده باشین و تا آخر برنامه ما رو دنبال کنین. امروز مهمان من رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان است. بس ما در این مورد است. این بار در برنامه مجله صبح روز یکشنبه سخنگوی وزارت امور زنان را دعوت کرده ایم تا در مورد کارکرد این وزارت و دستاوردهایشان صحبت کنند و همچنان از اونجا که سال جدید تعلیمی نزدیک است می‌خواهیم نقش این وزارت در زمینه سازی آموزش خانم‌ها در افغانستان بدانیم و حرفشان را داشته باشیم که چه نقشی دارند. شما فرصت داریم به عنوان شهروندی که در این کشور زندگی میکنین از هر جای افغانستان زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوع برنامه ما با خانم دادرس در میان بگذارین. راه‌های تماس با ما 0791-300-654 این شماره است که شما را در برنامه بگونی زنده وصل میکنه و هم میتونید پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاهتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. پیش از این که اولین تماس را پاسخ بگوییم، خانم دادرس خوش آمد میگم، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. بیننده ما روی خط است. سلام به شما. سلام به شما، بفرمایید. بیادر عزیز، به مخبارا زهن مسئله گفتین، اما سالن که نگفتین که سالن رای شیلاخ شده بنده. بله؟ نمیدانم پرسش بیننده ما چی بود. بیننده از اگر دوست دارین در بحث اشتراک کنین، بحث ما امروز در رابطه با کارکرد وزارت امور زنان است و همچنان از اینکه سال جدید تعلیمی نزدیک است نقششان در زمینه سازی آموزش برای خانم‌ها در افغانستان. شما در این بحث میتونین شرکت کنین. اگر پرسشتان و یا دیدگاهتان در رابطه به موضوع برنامه نباشه، در آغاز برنامه میگم تماستان قطع میکنیم، زمان میگذاریم با بیننده ما که واقعا میخوان در رابطه به موضوع برنامه صحبت. از شما صمیمانه خواهش میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. خانم دادرس، خوب است در رابطه با اینکه شما چه نقشی دارین در زمینه سازی آموزش برای خانم، از اونجا که آموزش و سواد یک خانم فقط میتونه در جامعه بر جایگاهی تعیین کنه. تشکر. سلام عرض دارم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون یک. چون آموزش و پرورش یک بود خیلی کلیدی جامعه را تشکیل میده و خوشبختانه مدت میشه که واقعا علاقمندی دختر خانم ها در بخش تعلیم و تحصیل و همچنان علاقمندیشان در بخش تحصیلات ولی نسبت به سابق خیلی خوبتر و بهتر است. ما آماری که به دسترس داریم تقریبا 39% شاگردان معرفه دختر خانم ها تشکیل میتن که اینا هم در مرکز ولایات و در ولسوالی ها اینا به مکاتب خود ادامه میتن و همچنان 23% محصلان تحصیلات عالی پوانتون ها را دختر خانم ها تشکیل میتن و همچنان اضافه تر از 14% از استادان دانشگاه از طبقه ناست میباشه و همچنان 39% دختر خانم ها در بخش استکتورهای صحت اینا فعالیت های خود را اجرا میکنن. وزارت امور زنان چون یک وزارت است که بیشتر یک رابطه و ایجاد اما هنگی بین ارگان های مختلف میباشه و یک نگرانی خیلی جدی که وزارت امور زنان داشت این بود که عدم دسترسی بعضی از دختر خانم ها در مناطق دوردست به مکاتب بود و خوشبختانه چند قبل اگر شما از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شد که وزارت معارف واقعا با تعیین شدن وزیر جدیدی که ما فعلا فعالیت های خیلی چشم دیدشان ما شاهد هستیم واقعا اینا وعده دادن که در تمام ولسوالی ها مکاتب بر طبقه وناز ایجاد میشه و همچنان همو امکانات و سهولت ها را به خاطر آموزش دختر خانم مد نظر میگیرن و در ضمن نزدی یکی از چالش های بزرگی که دختر خانم ها به مکاتب نمی رفتن این بود که در مناطق دوردست اصلا از طبقه ناز ما استاد نداشتیم و یا معلمینی که باید تدریس میکردن موجود نبود چون شرایط ناهم نست و همچنان یکی از علالشی است که سنت های ناپسند کلیشه ای باعث شده که اصلا اجازه نمیتن که بعد از سن بلوغ یعنی بعد از 14 سال 16 سال دختر خانم با ادامه مکاتب خود داشته باشن. ما خواستیم یکی این که از طریق ایجاد شرایط کار برشان مثلا ایجاد مکاتب معلمین هنستی است و یکی از راهکار خیلی کلیدی که ما باید مد نظر بگیریم اطلاع رسانی و آگاهی دهی است. اطلاع رسانی و آگاهی دهی که بیشتر بستگی به خود وزارت امور زنان داره ما توانستیم که در ولسوالی های دوردست
ما تیم کاری ما سفر کردن و توانستن که به خاطر تشویق دختر خانم با مکاتب و همچنان به خاطر از اینکه ما بتانیم فامیلا را قناعت بدیم که دختر خانم ها اجازه رفتن به مکاتب دارن که نه در شریعت اسلامی ای مقید شده و نه هم در انانات ما، ما میتونیم مطابق همون میلی که خانواده نیاز داره، مثلا موجودیت مکتب اون واسطه، معلم اون واسطه، وقتی که امکانات ما برشان مهیا بسازیم اینا میتونن که دختر خانم ما را اجازه بدن. شما خانم دکتر از در ادامه حرف شما را میداشته باشیم، با اجازه شما اولین تماس برنامه را پاسخ میگیم. بیننده ما از قندوز روی خط هستن، سلام به شما. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشیم، بعد از یک وقفه برمیگردیم. درود مجدد، ممنون که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان است و بحث ما در رابطه با کارکرد این وزارت و همچنان نقش وزارت امور زنان در زمینه سازی آموزش زنان در افغانستان. بیننده ما روی خط هستن، سلام به شما. سلام به شما، صدای شما را داریم، بفرمایید. السلام علیکم. سلام برادرم، بفرمایید. خیلی خوب است برادرم، بفرمایید. لطف دارین خواستم که در ارتباط به موضوع برنامه ایتان چند نکات خدمتتان برد می رسندم به عنوان پرسش گونه. خیلی خوب است، بفرمایید. از مهمان برنامه ایتان مشنویم؟ بله بله، صدای شما را مشنویم، بفرمایید. عرضم این است که در نخست سلام تقدیم می کنم بر دستندرکاران برنامه تلویزیون مرده کشور ما و مهمان برنامه ایتان. عزم ای بود که در ارتباط به کارکردهای وزارت امور زنان آیا راضی هستن یا نیستن؟ چند چیزی که من به عنوان ملاحظه گونه خدمتتون عرض میکنم که وزارت زنان کاری را که به عنوان یک به اصطلاح برنامه قوی و کارکردی که به اصطلاح احساس شود که قابل دید باشه که اینی برنامه و اینی کارهایی را وزارت امور زنان پیش برده در جهت منفعت به زنها و در جهت بهبود وضعیت خانمها کدامها بودند. از جمله ای که چند مشکلی که وجود داره، ما اگر در شهر کابل ببینیم که بیشترین مثلا فعالیتی که دارن فقط مختص در مرکز کابل دارن و میخواین همون در حد یک پلان، در حد یک موضوعات نمادینه که از طریق رسانه ها و بعض جاهای که گویا اینی از کارکرد به زنها، در حالی که ما میبینیم حتی در کابلی که بیشترین فعالیتی در ارتباط با بهبود وضعیت خانم ها دارن، ما میبینیم در جاده ها و در خیابان ها ده ها تا خانم ها را میبینیم که دستشان دراز است و به اصطلاح گدایی میکنند، داد و فریاد میزنند. وزارت امور زنان در ارتباط به این خانم ها چی برنامه داره؟ و گپ دومی که اگر به ولایات متوجه شویم، خانم هایی که امروز شوهرش در سنگرهای داغ و در مختلف دشمنان خانم اصلا شوهرش از دست داده و این روز بیوه مانده با دو تا طفل فرزندش، چه قسم مشقت و وضعیت بد زندگی را سپری میکنه؟ وزارت امور زنان کاری که برنامه‌ای که برای نجات اون خانم ها از اون وضعیت رقتبار و بدبختی که دارن کدام بوده و کدام و کجا اصلا برنامه‌شون قابل دید بوده؟ و بحث دیگه ای که بحث من خشونت علیه زنها را عنوان به وزارت امور زنها از صدا، اگر ما متوجه باشیم قبل از آغاز فصل حکومت جدید ما مثلا خشونت هایی وجود داره و وقتی که به موضوع من خشونت را ایا که عنوان کردن، بعد از این
بعد از آغاز حکومت فصل حکومت جدید نه تنها گراف خشونت کاهش پیدا نکرده، بلکه گراف خشونت به اصطلاح امو مراحل سعودش هم میپیماید. و این خودش نقص در چی هست؟ ما دیده میدیم که وضعیت چی گونه شده، یا ای که نظام های خانوادهی که بنابر مشوره های ناسالمی که وزارت امور زنان داشته و دیگه کسایی که در این ارتباط خودم متخصص میگیره داشته، این خودش به اصطلاح خودش بهانه برای اختلاف بین شوهر و خانم شده در خانه. و نه تنها که امو خشونت پایین نامده کاهش پیدا نکرده، بلکه گراف خشونت رفته به بالا. دیگه فقط عرض ما این است که میشه که از مهمان برنامه تان چند نکات مشخص است که وضعیت خانم هایی که بسیار بد بوده و آوردش به طرف وضعیت دهگی به طرف وضعیت خوب کدام ها بوده مشخصا میشه که بر ما انگوش شمار بکنند که اینی کارها و فقط کارهای برنامه ریزیشون در مرکز کابل بوده و در روستاها هیچ نوع برنامه آگاهی که به اصطلاح سازگار با تمام ارزش ها و سنن مثلا غیر مردم برابر باشه و بتونه که یک نظام خانوادگی را به گونه مثلا متوسطش استوار نگه داشته باشه نداره، در حالی که برنامه هایشان طوری بوده که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا کرده و چون هر نوع برنامه هایی که به خورد خانم ها داده متاسفانه که جامعه ما از سواد و مسائل آگاهی محرومیت باقی مانده و اینمی موضوعات پلان و برنامه یا در تصادم با مثلا شوهرشان تلاش گرفته و این باید شده که اختلاف و خشونت در خانواده ها افزایش پیدا بکنند. و عرض من یه فقط نکات انگوش شما را گلوز بگنم در ارتباط به کار کرده که به بهبود و یا وضعیت بهبود خانم ها کار شده کدام ها هم بیشتر مزایم تان نمیشن. تشکر میکنم که در برنامه اشتراک کردین بیننده عزیز. خانم داتر از حرفای بیننده ما را شنیدین. کارهای شما را میخواستم بدانن که چی کاری که اگر واقعا واضح گفت برم بگوین که کار وزارت امور زنان سرنوشت چند زنه تغییر داد. تشکر میکنیم از برادر ما. واقعا اینو اشخاص هستند که اصلا از این کارکرده و همچنان مقرره تنظیم فعالیت وزارت امور زنان اصلا اطلاع و آگاهی منظم ندارن. ما میخواییم اول ابتدای کار و بحث خود از در بخش کاهش خشونت ها با ایشان شریک بسازیم. هدف از برادر ما ای است که با وجود ایجاد وزارت امور زنان خشونت ها افزایش پیدا کرده، اما چنین نیست. ما اگر برادر ما به سن جوانتر باشه ما بقدر نمیتونم چون درباره سنش بحث کنم، اگر مطابق تجربه برادر ما بحث کنیم، ما در زمانی که طفل بودیم خشونت به حد حوج داشت و هیچ ارگان هم نبود که سوالی کنه. ما زمانی که ما هم دوران طفلیت خود به یاد میاریم، اما امروز واقعا ارگان یا ایجاد خود وزارت امور زنان یک مرکز حمایوی و حمایت از بانوان است و ای هم نیست که خشونت ها افزایش یافته، بلکه امروز اعتماد مردم به ارگان های عدلی و قضایی وزارت امور زنان و حقوق بشر افزایش یافته. قبلا هر خشونتی که در یک خانواده رخ میداد مجبور بود که خانم به او را به هر مشکل باید تحمل کنه و خاموش بنشینه. چرا؟ ما یکی که اطلاع رسانی و آگاهی دهی میکنیم که زن از خود حقوق و امتیاز داره و حقوق و امتیاز زن ما مطابق شریعت اسلامی خواستیم، اضافه تر از اون نخواستیم. نظر به دید برادر ما که اطلاع رسانی و آگاهی باعث شده که شما تشنج و همچنان اختلافات در خانواده ایجاد کردید. زمانی که همچه اشخاصی که مثل شما دید منفی داشته باشه و تحلیل غلط داشته باشه، وقتی که اونا نتونن امو تحلیلی که ما برشان بحث کردیم و یا که اطلاع رسانی و آگاهی دهی که ما داشتیم باشن، اگر او را غلط درک کرده باشن، این مربوط به خود وزارت امور زنان نمیشه. ما هر جایی که بحث کردیم در بخش آگاهی دهی و اطلاع رسانی همیشه خواست حقوق زن مطابق شریعت اسلامی خواستیم، اضافه تر از اون نخواستیم، تا ما بتانیم که همو اماهنگی را هم بتانیم در خانواده ایجاد کنیم و همچنان
بیشتر خانواده ها به این احساس هستند که یک تبعیض در بین خانواده ها وجود داشت. همیشه از پسرها حمایت میکردن، از دختران نمیشد. ما خواستیم که همین تساوی جنسیتی را در بین خانواده ها ما ایجاد کنیم و در ضمن از این ما توانستیم تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام ارگان های دولتی مد نظر بگیریم که امروز ببینید حضور پررنگ بانوها را ما در ارگان های دولتی میبینیم. این همه چی است؟ این همه دادخواهی وزارت امور زنان از کارکردی است که ما انجام دادیم. اگر میگن که قابل دید چی است، پس این همه کارکردهایی است که قابل دید است. ضرورت این نیست که ما بحث بیشتر داشته باشیم. شما ببینید چند قبل تعداد از دختر خانم‌ها در رئیس ولسوال، در رئیس شوروال، رئیس معاون والی ولایت و همچنان رئیس بخش‌های بسیار کلیدی هست دولت اختصاص دادن به خودشان. این همه دادخواهی وزارت امور زنان بود. در ضمن نزدیک قضایی است که ما بالاش بحث میکنیم، قضایی افزایش نیافته بلکه کاهش یافته. در اثر اطلاع رسانی آگاهی دهی یک کارکرد خیلی خوبه که وزارت امور زنان انجام داده است که 10% کاهش ازدواج های زیر سن یکی از دستاورد های خیلی کلیدی است و قضایی که از طریق وزارت امور زنان ثبت میشه. ما در سال ثبت قضایی که در سه روب سال 1397 میخواییم باشان شریک بسازیم، در حدود 5910 قضیه از طریق وزارت امور زنان ثبت شده. به تعداد 1779 قضیه ما توانستیم از طریق مشوره های حقوقی را فصل کنیم. به تعداد 597 قضیه را ما توانستیم از طریق مساله و میانجیگری و منچون نشست یا همو جلسه های فامیلی که ما دو طرف هم میشونیم با هم تا بتانیم که دو طرف بتانیم قناعت بدیم. با تعداد 544 قضیه ما توانستیم مساعد حقوقی برشان تعیین کنیم، یعنی وکیل مدافع رایگان برشان تعیین میکنیم تا قضیه تعقیب شود. با تعداد 2990 قضیه ما ارجاع کردیم به ارگان های عدلی و قضایی، چون زمانی که قضیه بود و جرمی داشت ما نمیتونیم که فیصله در این قضیه داشته باشیم، ارجاع میکنیم که تصمیم گیر ارگان های عدلی و قضایی میباشه و در ضمن ما این قضیه را تعقیب میکنیم. و قضایی که از طریق وزارت امور زنان ثبت میشه بهترین بالاترین یا بیشترین هامار قضیه لتکوب است که 693 قضیه میباشه و در ضمن ازی عدم پرداخت نفقه است که 233 قضیه میباشه، تفریق است که 282 قضیه میباشه، خشونت های خانوادگی است. یعنی هدف از این است که ما زمانی که قضایا ثبت میشه از طریق وزارت امور زنان، هم مرکز هم 34 ولایت ما به همش رسیدگی صورت میگیره. در ضمن ازی اینا سوال بر این داشتن که ما با زنانی که بر روی جاده ها قرار دارن و همچنان این چی کار کرده صورت گرفته. شما ببینید ما نمیتونیم هر جایی که زن ببینیم مسئولیت وزارت امور زنان باشه. ما کارکرد خود انجام میدیم، اما این مسئولیت وزارت امور زنان نیست که ما بتونیم خانمایی که در روی جاده هاست ما اونا را جمع آوری کنیم. باز هم ما با وجودی که مسئولیت کاری ما نیست، ما هم وزارت امور زنان توانسته تا حد کارکردهای خود انجام بده. ما به خاطر رسیدگی به این مشکلات خانم دادر از بخشین حرفتان رو قطع میکنم، خانمی که در جاده ها برادر میاد کردن به یک نوی گدایی میکنن، مسئولیت کدام نهاد است و شما چقدر با نهادهایی که این مسئولیت داره نماینگ هستین تا در وضعیت این زنا هم تفاوت ایجاد شود؟ ما تا حد دادخواهی هستیم که ما بتونیم مشکلات خانم ها با وزارت خانه های زیرب شریک بسازیم، اما رسیدگی به قضایای این همچون خانم ها ارگان های زیرب باید به او رسیدگی کنند. ما پالیسی رسیدگی به زنان فقیر و گداهای روی جاده و زنان بی سرپرست که اینا بیشتر بس به این کردن که تعداد زیاد خانواده ها بی سرپرست هستن، شما چی کار کرده دارین؟ ما های پلیسی را با تمام راهکارها با تمام میکانیزم های منظم از زیر طرح کردیم، با ارگان های زیرب شریک ساختیم و یکی از بود همکاری که ما بایشان داریم، ما بیره با خود دولت طرح را پیشکش کردیم که اگر همکاری با وزارت امور زنان داشته باشه، ما طرفدار یزی هستیم که در 4 زون افغانستان ما بتانیم که مرکز حمایت از زنان بی‌وضاحت داشته باشیم و هدف از این است همچون گداهایی که در روی جاده هستند و همچنان تعداد از خانمایی هستند که مردان خانواده خود از دست دادن، اینا اشخاص هستند که جایی به خاطر رفتن ندارن و مشکلات اجتماعی دارن. ما می‌خواستیم از همچون خانم‌ها حمایت کنیم و اینا بتونیم در یک مرکز حمایت با تمام امکانات و سهولت‌های آموزشی و همچنان حرفه‌ای باشان آماده بسازیم. این طرح ما هنوز روی دست است، می‌خوایم بالای یک کارکرد صورت بگیره و نو همکاری شوه. و همچنان یکی که گداهای روی جاده زمانی که شما میبینین، یکی دیدی عزیز که اینا آیا نیاز واقعی دارن یا خیر.
ما تا حدی که تحقیقاتی که ما خود انجام دادیم، تعداد از خانمایی هستند که چندین بار از طریق حکومت اینا همکاری صورت گرفته، ما اینا رو به مدرسه ها معرفی کردیم، تمام امکانات و سهولت هایی که یک خانواده برشان برآورده میکنه مد نظر گرفتن. اما اینا اشخاص هستند که به می شکل به یک شکل تجاری برشان این درس داده شده و اینا نمیخواین که دوباره به اون حالت قبلی خود بر بگردن. یعنی حکومت در این راستا تمام کارکرد خود انجام داده، مسئولیت خود انجام داده، اما ما نمیتونیم که با زور فشار یک دختر خانم از دست گرفته و را ببریم در مرستون. یعنی کارکردهایی که وزارت امور زنان انجام داده واقعا کارکردهایی است که ما تونستیم به خاطر حمایت و بهبود زنان انجام بدیم. ما هم نمیخواستیم که ما زمینه سازی به خاطر دختر خانمایی که و همچنان بیشتر ما دختر خانم ها را مد نظر میگیریم و همچنان زنانی که بسن بالاتر هستند. تقریبا ما 2228 تن از دختر خانمان در ولایت به خاطر ایجاد شغل در بخش های مختلف در بخش آموزش پرورش ما تانستیم که کورس های کوتاه مدت و دراز مدت و در بخش آموزش عرفه ها برشان بدیم تا بتانند که فردا روز بالای بتانند یک صاحب یک شغل شوند و بتانند که تغییر در زندگیشان ایجاد شود. 46,000 از زنان و دختر خانمان در 34 ولایت ما تانستیم که در بخش آموزش های مختلف مثلا هماهنگی با مثلا اگر علاقه مندی دارند در بخش مالداری و مرغداری و باغچه داری ما مؤسسات باشن هماهنگ ساختیم و ایجاد کار برشان. ممنون شما خانم دادرس. با اجازه شما بیننده ما از هرات روی خط هستند. فکر کنم تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. میان برنامه میگیریم برمیگردیم. ادامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان است و بس ما در رابطه با کارکرد و دستاوردهای این وزارت و به خصوص نقش این وزارت در بخش دسترسی بانوان به آموزش. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوع برنامه ما با خانم دادرس در میان بگذارین. فکر کنم بینده ما روی خط هستن. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. دفتر زنم گرفته، فامیدی عشق ما شده، خانه ما سی دخترک نخرچش میده، ندگه میده. برادرم، آغاز حرفای خودتا نداشتیم، میشه لطف کنی دوباره حرفتا با ما شریک بسازی. گیره یک خانه سی برش بگیره، برادرم، خانه برش بده. شروع حرفای تا نداشتیم، میشه از آغاز دوباره شروع کنی در برنامه؟ تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. یک جزء از سوال بیننده ما ماند که در رابطه به خانمایی که در شوهرشان در جبهات جنگ است. بله، هم یکی هم خانمای بی سرپرست هستن که ما قبلا هم یک پالیسی را به این مورد طرح کردیم به خاطر رسیدگی به خانمایی که شوهرای خود در اثر جنگ از دست دادن. این یکی از توجه خاص حکومت و وحدت ملی هم به است که تا بتانیم یک امتیاز ویژه به دختر خانم ها مد نظر میگیره. در ضمن از در اثر دادخواهی وزارت امور زنان در ولایات خصوصا در شهر مزار شریف ما تانستیم که یک تعداد زمینی که از کمک های یک تعداد از اشخاص بوده ما ویرا به کمک یکی از مؤسسات ایمار کردیم و هر دختر خانم و یا امو زنانی که بیوه بودن و بی سرپرست بودن توزیع خانه از طریق خود دولت و همچنان به حمایت وزارت امور زنان صورت گرفت و ای در ولایت مزار بوده. ما تصمیم داریم که بر تمام ولایت برای خانمایی که شوهر خود در اثر جنگ از دست دادن بتونیم که امکانات برشان مهیا بسازیم. ممنون شما خانم دادرس. بیننده ما از غصنی روی خط هستن. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. بله سلام به شما خواهرم، بلندتر حرف بزنین، بفرمایید. وعلیکم سلام، خوب هستم؟ بخیر، سلامت باشین شما، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. صدای تلویزیونتان را پایین کنین لطفا. ما یک سوال داشتم. بفرمایید. صدای تلویزیونتان را پایین کنین بیننده عزیز.
ما منتظر سوال شما هستیم. بهتر است تماس قطع شود چون بیننده ما نخواستن حرف بزنن. بیننده عزیز زمانی که به تماس میشین لطفا ازتون خواهش میکنم صدای تلویزیونتان را پایین کنین و از تلویزیونتان فاصله بگیرین تا ما بتانیم دیدگاهتان در برنامه داشته باشیم و شما اینطوری پرسش و دیدگاهی را اگر دارین میتونین با مهمان برنامه ما شریک بسازین. متاسفانه اولین خانمی بود در برنامه زنگ زد تماسش قطع شد. خانم دوترس یک دیدگاه بیننده ما یا سوالش این بود که شما فقط توجهتان به خانم است که در مرکز زندگی میکنن در ولایت توجه ندارین، در این مورد اگر برشان روشنی بندازید. تشکر. ما در مرکز چون تا حد ما توانستیم که دختر خانم ها خود کفا شوند و مو امتیاز خود به دست بیارن، اما توجه فوکس ما بیشتر در ولایت و خصوصا در ولسوالی ها بیشتر است. ما در 34 ولایت ما واحدهای دومی داریم که ریاست های امور زنان ولایتی ماست که واحدهای دومی ما در بخاطر رسیدگی به قضایای خشونت ها و خاطر حمایت از زنان، به خاطر توانمندسازی زنان، ارتقای ظرفیت زنان، اینا با همکاری مؤسسات مختلف کار کرده خود انجام میده. حتی ما توانستیم که در ولایت که واقعا تا حد همان بوده هم هست و اگر هم امکاناتی که به دسترس ما قرار داشت، ما مرکز آموزشی رو برشان ایجاد کردیم که در این مرکز آموزشی دختر خانمایی که مطابق نیاز علاقمندی که دارن در بخش کامپیوتر، انگلیسی، لسان و غیر از انگلیسی لسانهای خارجی دیگه ای که علاقمند هستن، با همکاری مؤسسات خارجی با بهترین استادایی که می خود مؤسسات خارجی برش تعیین کرده، اینا میتونن رایگان تمومی تدریس شون و به خاطر ظرفیت سازی دختر خانم توجه خاص صورت گرفته. در ضمن از این به خاطر اینکه ما بتوانیم در بخش اقتصادی هم با همچه خانمان همکاری داشته باشیم، ما تقریبا در تمام ولایات ما ماهانه ما دو نمایشگاهی بزرگ صنایع دستی دختر خانم‌ها را برگزار می‌کنیم که دختر خانمایی که در ولسوالی ها هستند، در مناطق دوردست هستند، اینا اشخاص هستند که بازار فروش ندارند. ما فقط همینقدر امکانات بهشان میتونیم مهیا کنیم که همو اشیایی که اینا به بسیار زحمت را آماده ساختن به این نمایشگاه به فروش برسانند. و در ضمن از این ما تقریبا 22 باغ زنانه داریم که در ولایات مختلف است و در این باغ زنانه ما دکاکنی داریم که دختر خانم ها با بسیار کرایه ناچیز اینا میتونن به خاطر توانمندسازی اقتصادیشان دکاکن به اختیار دختر خانم ها داده شده و اینا میتونن از اینجا استفاده کنن و اشیای دستاسته خود به فروش برسانن. و در ضمن نزدی وزارت امور زنان نمایشگاه های جهانی هم داریم که ما تعداد از دختر خانم هایی که در خود افغانستان اینا برتبه بالاتر از بین نمایشگاه انتخاب میشن، اینا رو به کشورهای خارج هم میتونیم بفرستیم که بتوانند اونجا هم بتوانند که صنایع دستی افغانستان و جهان اینا نمایش بگذارن. یعنی کارکردی است که ما به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خانم ها و همچنان به خاطر ظرفیت سازی خانم ها انجام دادیم. و یکی هم در بخش آموزش پروژه پرموت است که شما با نامش آشنا هستین. پروژه پرموت یک پروژه واقعا خیلی مؤثر است. تقریبا 12,000 خانم اینو مد نظر گرفتن تا اینو بتونن ظرفیت سازی شون. و یک بود خیلی کلیدی که ما در پروژه پرموت یافتیم است که زمانی که دختر خانم مدت یک سال در پروژه پرموت همون تجربه کاری رو به خود کسب میکنن، اینا میتونن که بدون داشتن اسناد تجربه کاری اینا میتونن به ارگان های دولتی یا در بخش خدمات ملکی اجرای وظیفه کنن. یک راهکار خیلی خوب است، چون همیشه ما با این مشکل مواجه بودیم زمانی که دختر خانم دوره لیسانس هم به اختتام رسونده، زمانی که میخوای اپلای کنه یگانه مامانی که صدرش قرار داد نبود تجربه کاری است که باید 2 سال و یا ای که اضافه تر از 2 سال باید تجربه کاری داشته باشه. یعنی پروژه پرموت تانست که این مشکل تا حد حل بسازه. و در ضمن نزدی تعداد از دختر خانم‌ها به حیث کارآموز در ارگان‌های دولتی اینو معرفی شدن. بعد از تعیین مراحل دوره کارآموزی اینا میتونن که از طریق ارگان جذب شون، که خود وزارت امور زنان تقریبا در حدود اضافه تر از 6 دختر خانم است که اینا ما توانستیم که به حیث کارمند وزارت امور زنان اینا رو تعیین کنیم. و در ضمن از نه تنها وزارت امور زنان است بلکه ارگان های مختلف است که کار کرده انجام دادن و یک راهکار است که میتونیم دختر خانم را در ارگان های دولتی شمولیت حاصل کنیم. ممنون شما خانم دوترس. چند سالی که بیننده ما داشتن میخوایم با شما شریک بسازم که پاسخ شما چیز بشن. یکی از بیننده ما شکایتش از این بوده بیباوری به خانم ها از خانه تا جامعه وجود داره و اینکه
چه کاری شما میکنین و چگونه برنامه کمپاین دهی دارین یا برنامه آگاهی دهی دارین تا دیدگاه جامعه و خانواده ها در رابطه با کار و ظرفیت خانواده تغییر کنه؟ یکی از چالش های خیلی بزرگی که ما داریم در جامعه این است که همیشه دختر خانمایی که میخواین توانی خود تبارز بتن، میخواین ظرفیت سازی شون، یکی از مشکل خیلی جدی است که از طریق خانواده حمایت نمیشن و نبود حمایت خانواده باعث میشه که دختر خانم نمیتونه به مو اهداف کلیدی که خود تعیین کرده برسه. به خاطر از اینکه ما بتونیم دید جامعه را و همچنان دید مردم را در مقابل توانمندسازی زنان تغییر بدیم، این است که ما تعداد زنای الگوی زیادی داریم که امروز باعث وزیر، باعث معین، باعث رؤسای خیلی کلیدی اجرای وظیفه میکنن و این خود نماینگری است که امروز باور حکومت و مردم در مقابل فعالیت و کارکرد زنان تغییر کرده. امروز ما می‌بینیم خیلی حضور پررنگ به عنوان در ارگان‌های دولتی است. این خود نماینگر از این است که زنان توانایی کار را دارند، اما فقط ایجاد فرصت، موقع بر خانم‌ها باید داده شود که واقعا حکومت نسبت به سابق یک توجه خاص به خانم‌ها داره و این فرصت‌ها را بر خانم‌ها هم دادن تا اینکه بتانیم ما همو توانایی خود برشان نشان بدیم و این همه دستاوردهایی که ما امروز داریم اضافه تر از 10% به عنوان در ارگان‌های دولتی خود نماینگر این است که زنان توانستند که مو توانایی خود تبارز بتن و در ضمن نزی ما تقریبا خاطر از اینکه بتانیم دید جامعه را در مقابل زنان تغییر بدیم ما پالیسی های را روی دست داریم. ما در بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی و خصوصا تبعیضی که در بعض از خانواده ها موجود است در مقابل دید دختر و پسر، ما خواستیم که تغییر بدیم. یک تساوی جنسیتی را هم از خانواده ها آغاز در تمام جامعه باید ما تطبیق کنیم که کارکردان ما روی دست است. ما تقریبا 282 ولسوالی خیلی دوردست ما بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی را آغاز کردیم و در بخش های مختلف ما ایره میخواییم. ممنون شما خانم دادرس بیندی. ما مریم روی خط هستن. خانم مریم سلام. بله سلام علیکم. سلام به شما و میمان برنامه تان. سلامت باشید. گفتنی داشتم به میمان برنامه تان که یک زن در زندگی شوهرش و جز از زن شوهر بودن دیگه چی حق و حقوق می داشته باشم؟ سوال دیگر ندارین؟ نمی‌زنده باشم. روز شما خوش. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. بعد از یک وقفه برمی‌گردیم. ادامه برنامه است. لحظات کمی از برنامه باقی مانده، دوست دارم در این لحظات نیز ما را همراهی کنید. مهمان من رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان است و بحث ما در رابطه با کارکرد و دستاوردهای این وزارت و همچنین نقش وزارت امور زنان در بخش دسترسی بانوان با آموزش. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین. خانم مریم، از مزار شریف یک سوال جالب از شما داشتن که یک زن به جز اینکه زن یک مرد است در یک خانواده دیگه چه حقی داره؟ تشکر. به نظرم یکی که مطابق مو شریعت اسلامی اگر بحث کنیم، یعنی یک خانم زمانی که داخل یک خانواده میشه اید از تمام حقوق و امتیازاتی که خانم در خانه داره باید برآورده شود، از نگاه تحصیل است، تعلیم است، اجرای وظیفه است. این همش یک حقوق یک زن است که باید منعیست یک ادبای جامعه باید مد نظر گرفته شود. وایی که بعض از دختر خانم ها به این فکر هستند که حقوق، یعنی تا یکی ما دادخواهی نکنیم نمیتونیم حقوق خود به دست بیاوریم. او یکی که حقوق داده نمیشه گرفته میشه. مثلا بعضی از مشکلاتی که ما میتونیم با بسیار نرمی به خانواده قناعت بدیم که مثلا ادامه تحصیل یک دختر خانم یکی از حقوق و امتیازش است که باید این فامیل مد نظر بگیره. و یا که پرداخت نفقه مربوط مرد خانواده میشه که باید همه امتیازات و نیازمندی خانم باید برآورده کنه و این بستگی به خود خانم داره که چگونه میتونه که یک تغییر، یک راهکار خوب را در خانواده ایجاد کنه تا بتونه هم حقوق خود به دست بیاره و هم بتونه که یک بهبود را در خانواده ایجاد کنه. اما این نمیتونیم که از طریق مشکلات و ایجاد بعض تشنجات خانوادگی و همچنان بعد از جنگ های کوچک نمیتونیم به دست بیاریم. این راهکار است که این مطابق همو
حقوق است که بر ما داده شده، همو گرفتن از این بیشتر بستگی به خود شخص داره. ممنون شما خانم دادرس. بیننده ما اسرا از غزنی روی خط هستند. خانم اسرا سلام. بله سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. ما یک سوال داشتم، در ولایت غزنی به خانم‌ها روز داده نمیشه، ولی به امور زنانم هیچ به این موضوع اشاره میکنم که هیچ زور داده نمیشه به خانم‌ها، مشکلاتشان حل نمیشه. میخواستم امیر از طریق خلیجی رو یک شما بگویم. ممنون، شما سوال دیگر ندارین؟ نه، تشکر زنده باشید. روز شما خوش، اسرای عزیز. نقش خانم‌ها در غزنی؟ واقعا چند ولایتی که تو یک حد ناهمن است، واقعا با مشکلات خیلی جدی که ما روبرو هستیم، نبود یا حضور کمرنگ بانوان در ارگانهای دولتی است که از جمله ولایت غزنی است، خوست است، روزگان است. اینا ولایت هستند که تعداد زنان اصلا در سطح رهبری حضور ندارند. فقط اینا یگانه ریاستی که در اینجا فعالیت داره و رهبری از روی زنان بر عهده داره، ریاست امور زنان است. ما به خاطر حل این معضله، ما با وجودی که مشکل دختر خانم ها را هم درک کردیم و ایرا با ارگان های زیرت هم شریک ساختیم، یکی از مشکلات این بوده که سختگیری هایی که در کمیسیون مستقل خود کمیسیون استخدام دختر خانم‌ها وجود داره، این یک معیارهای خیلی بالا رو مد نظر گرفتن که دختر خانم‌هایی که در ولایت ما هم نمانند غزنی و بعضی ولایت دیگر هستن، نظر به این چالش ها نمیتونن که راه پیدا کنن به مو بسته که خود اپلای میکنن. ما خواستیم رو با کمیسیون اصلاحات اداری هم شریک ساختیم که در ولایت های مثلا ناهمن مانند غزنی و روزگان باید همین معیارها تغییر کنه. ما سهولت های را مد نظر بگیریم که حتی موجودیت یک دختر خانمی که اینا سند صنوف 12 هم داشته باشن به با عیسی رئیس باید تعیین شوند، و یا ای که داشتن صنوف 14 هم باید اینا بتوانند که شمولیت حاصل کنند. ما این طرح با ایشان شریک ساختیم به خاطر حضور پررنگ بانوان در ارگان های دولتی، خصوصا در ولایت ناهم. کمیسیون تا فعلا جوابی که قناعت بخش باشه به ما ندادن. اونا تصمیم بر این دارن که همین معیارها باید هم در مرکز هم در ولایت تطبیق شود، اما دادخواهی وزارت امور زنان در این راستا جریان داره که ما بتانیم سهولت هایی را تغییر معیار را در استخدام دختر خانم ها در ولایت های ناهم باید داشته باشیم. ممنون شما خانم دادرس. یک مشکل دیگر که بیننده ما معصوم در میان گذاشتن، دلیل البته مشکلشان این بود، اذیت آزار خانم‌ها در جامعه و زمانی که به دفترهای شخصی به دولتی مراجعه میکنن. در این خصوص شما کار داشتین، حرف زدین با دفاتر، در این بارم یک اندازه معلومات. یکانه چالش خیلی بزرگ عدم حضور زنان هم در ارگانهای دولتی. ما بیشتر زمان که ریشه یابی کردیم این است که حضور حضرت بانوان در ارگانهای دولتی و همچنین غیر دولتی باعث شده که اینا نخواستن که ادامه کار در ارگانهای دولتی داشته باشن. حکومت در این راستا توجه خیلی خاصی داشته. ما قبلا مقرر من حضور حضرت زنان داشتیم که بالاخره به شکل جامع‌تر به قانون تبدیل شد به نام قانون من حضور حضرت زنان و اطفال است، و این مطابق قانون که در سال 96 ای به تصویب رسیده و در سال 97 باید تمام ارگان‌های دولتی کمیته های من حضور حضرت زنان در ارگان‌های دولتی ایجاد کنند. زمانی که یک دختر خانم مورد حضور حضرت قرار میگیره، باید در این کمیته مراجعه کنه و کمیته باید به نفقه دختر خانم مطابق شاید باید بنا بتوانند که یک راهکار را برشان تعیین کنند. و مطابق قانون من حضور حضرت زنان و اطفال، همه تای مراحل کار در اینجا در شده و باید راهکارها را مد نظر بگیرند. و در ضمن از وزارت امور زنان به خاطر سهولت دختر خانم‌ها در ارگان‌های دولتی، ما یک طرح را با وزارت خود شهرسازی شریک ساختیم به خاطر ایجاد کمپلکس ها یا ساختمان های جدید باید یک تغییرات را ایجاد کنند و همچنان از شیشه های قابل دید استفاده کنند که دختر خانم مسئول باشند و بتوانند که در ارگان‌های دولتی مراجعه کنند. ممنون شما خانم دادرس که در برنامه حضور پیدا کردین و بیننده ما پاسخگو بودین. روز شما خوش. تشکر است. بیننده عزیز از شما همچنان سپاسگزار هستم. شب روزتان خوش. خدا نگهدار همه‌تان.